بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر امیدوارم که خوب باشید در خدمت جناب آقای امیر گنجوی هستیم و فرصتی پیش اومده تا از ایشون به عنوان ریاست محترم مجموعه فرهنگی فنیکس سوالاتی رو بپرسیم سلام عرض میکنم جناب آقای گنجوی میبرم که حالتون خوب باشه ممنون و مچکرم آقای گنجوی شما به عنوان مدیریت محترم مجموعه فنیکس نمیدونم شنیدید یا نه اینجور میگن که خب اینجا همه چی رایگانه یعنی اینکه خیلی ساده شما فیلم ها رو میارید و پخش میکنید و دیگه این قیمت بالای بلیت ها توجیه زیادی نداره همه امیدوارم شوخی باشه حالا این چند نفر از دوستان اومدن بعضی وقتا در برنامه میان میگن آهو سالان ها پره و فکر میکنن که مثلا تمام سالن پر یعنی اینکه پول تو جیب ما وارد میشه نه واقعیتش این هست که این کار با هزینه خیلی زیادی روبرو هست یکی هزینه های سالونا ها هست که خیلی سنگ اینجا خیلی بالا هست گرفتن سالن تو تورنتو اولا خیلی مشکل هست حالت انحصار طلبی خیلی بدی وجود داره وقتی هم سالن پیدا میکنه با قیمت های وحشتناک پیدا میکنیم. برای سالون مثلا 120 نفره نزدیک هزار دلار گاه هم ما مجبور میشیم پرداخت بکنیم از اون طرف هزینه های پخش فیلم هست که خب اونام خیلی سنگ، سنگین هست و تای کننده ها خب بعضی وقتا چون شناخت کافی ندارن از کشور کانادا و شرایط اینجا با همش فیلم های هالیوودی خودشون مثلا مقایسه میکنن و فکر میکنن مثلا فروشه اونجوری فیلم میتونه داشته باشه در که اصلا این واقعیت نیسته ولی خب درخواستشون از ما خیلی بالا هسته و ما مجبور هستیم رقم های خیلی زیادی رو گاهن برای یک بار پخش فیلم پرداخت بکنیم با این حساب خیلی از مواقع ما درآمد تمام درآمدی که از بریت فروشی داریم فقط صرف این هزینه کاور کردن این هزینه میشه. یعنی با مرز 90 صد درصد فروش تماما فکر کنید باشه که رو کاور بکنیم بعد حالا هر چیزی از اسپانسرینگ موند اون اون رو در نظر بگیرید به عنوان اینکه مثلا به عنوان یک درآمدی برای کارهای مختلف فرهنگی که میگذاری استفاده بکنی. از اون طرف کسایی هم که خب میان حامی های اسپانسر میشن خب حامی اسپانسر اینها مثلا در حد یک معمولی میتونن به ما به عنوان برنامه گذار توی برنامه ها کمک بکنن و خب ما روی کمک های اونام نمیتونیم تا حد زیادی همیشه متکی باشیم برها برنامه هسته که خب فکر کنم یه دلیلی وجود داره که قبلا چندین نفر سعی کردن که اینجور برنامه های رو بگذارن و همشون از مدتی کنار کشیدن اگر واقعا این برنامه بودش که این همه درامزا بود اینا همه ادامه میدادن ولی خب همه اینا متوجه شدن این مختار خودشون آتا دستی با زدن و دیدن که واقعا این کار چقدر مشکل و پردارد است و فهم میکنم تنها عشق هستی که توجیه میکنه که این کار رو انجام انجام میتونه بدیم به هر من خودم همیشه علاقه زیادی به سینما داشتم کسایی بودن میدونن که من چندین سال در نمان است صورت داوطلبانه این کار رو انجام دادم و همین بیشتر انگیزشی که دارم بر انجام این کار وقت همون جواب دادن اجتماعی هست اون توجیه اجتماعی داره و اون انگیزش اجتماعی هست که من رو ترقیم میکنه که اینجور کاری رو در فینیکس با بچه بچه ها ادامه بدم خب در مورد هزینه ها صحبت کردید و همچنین در مورد بلیت ها. میشه راجع به قیمت بلیت ها هم صحبت بکنید که چطور هست چه رنجی داره آره خب قیمت بلیت ها رو ما از رنج 12 دلار شروع کردیم تا الان هم که رسیدیم 17 دلار خب متناسب با سالن و هزینه هایی که مواد بفرازی ما هزینه های پخش این قیمت ها رو میگذاریم خب وقتی مثلا یه سالن مثلا 110 20 نفری رو میگیری مجبوری هزار دلار بپردازی خب تنها که میتونی این کار رو انجام بدی این هست که مثلا قیمت تو اون سالون رو بذاری بین چهاره تا هیفده چهاره جنرال ارلی برد هیفده جنرال که تا بتونی رو کاور بکنی و حالا متوجه که سالونا بعضیشون مثلا کیفیت صندلی خیلی خوبی دارن. مثلا الگین میرز که اون سالونی هستی که در قیمت بده 4 تا 17 گذاشتیم خب سالونی از کیفیت صندلیش خیلی خوب است اون فکر می‌کنم لاقل اون شاید اون بخشش که لاکچری بودن سالونش بتونه به بیننده امکان رو بده در یک فضای خیلی خوب فیلم رو ببینند تلاش میکنیم که قیمتامون پایین بگذاریم ولی خب واقعا امکان پذیر نیست وقتی که تو باید این خزینه ها رو کاور بکنی نمیتونی اگر پایین بگذاری اصلا خزینات خزینات در نمیاد تا یه حدی هم میتونی مثلا ضرر رو مثلا تقبل بکنی بر حال امیدوار هم هستم که توجه بشه در مورد روند انتخاب و نمایش فیلم ها بفرمایید آیا بیشتر از نمایش فیلم های هنری استقبال میشه و شما نمایش فیلم های هنری رو در برنامه هاتون دارین یا فیلم های تجاری رو خب من خیلی خوب خیلی علاقمند هستم که فیلمایی رو میگذارم که در های جایگاه خوبی پیدا کرده باشن یعنی معیار اولی می من تو انتخاب فیلم‌ها این از جشنواره رفته بود مثلا بدون تاریخ بدون امضا فیلم بود در جشنواره زیادی رفته بود و من شک برام نبود که این فیلم ها باید بگذاریم تو کنارش خب من علاقه زیادم به سینمای عامه پسند ایران دارم تو هم در مورد سینمای پسند آم... پسند آمریکا نوشتم و خب تمام تز دکترام هم از این موضوع دفاع کردم که سینمای آمه پسند جایگاه و ارزش خیلی خوبی رو برای مطالعه کردن و بررسی کردن داره که دلایلش خب خیلی زیاده که اینجا جای بحث کردنش راجع به اون نیست ولی به هر حال وقتی با این ذهنیت هستم نمیتونم نسبت مثلا به سینمای آمه پسند ایران هم بی تفاوت باشم احساس میکنم که سینمای ایران فقط سینمای محدود به فرهادی سینمای محدود به کیاروسمی سینمای محدود به مرجویی نیست فیلم های عام پسند ایرانی هم حرف های رو برای گفت گفتن دارن ولی بسیگ داره از چه زاویه دیدی داره این فیلم رو نگاه میکنه اگر یه فیلم عام پسند ایرانی ما میبینیم یک استروتایپ رو داره بازسازی میکنه دلیل نداره که ما به عنوان کسی که بیرونش هست حتما یه استروتایپ رو قبول بکنیم اگر ذهن کریتیکال داشته باشیم اون رو مورد بازخواست قرار میدیم و باید به این فیلم های عام پسند ایران هم توجه دقیقتری رو بشه و من دوست دارم که این روند رو در کارهای مختلفی که داریم داشته باشیم از این رو سینمای عام پسند هم توجه میکنم گاه هم فکر میشه فیلم عام پسند می برای این میذاریم که درامزای نه اصلا اینجور خبری هم نیسته فیلم ام پسند اگر کسی با تی کننده هاشون در ارتباط باشه میدونه که گرفتنشون خیلی پر پر سره و خیلی پر هزینه ما چه هر وقت فیلم عام پسند تا حالا گذاشتیم غیر از ذره نتونستیم چیزی داشته باشیم برای هر بار که ما فیلم آمه پسند رو پخش میکنیم کمدی ها باید هزینه های بسیار بالا و گذافی رو به تعیی کننده ها بپرد از این پایشون از این هزینه کاور نمیشه ولی از اون طرف جمعیت خیلی خوبی برای اینا میاد و من فکر میکنم این جمعیت اومدن هم یک زیبایی زیبایی رو به کار میده بر حال باعث میشه قدرت سینما بهتر احساس بشه. سینما به صورت یک فضای مقدس گونه در بیاد که آدم های از اخشار مختلف رو جلب میکنه در نهایت فکر میکنم که وظیفه ما در این هسته که اسم ایرانی رو اسم برجسته تر بکنیم من به عنوان یک ایرانی میتونم تبدیل میلیونر بشم تبدیل محبوب ترین فرد ولی اگر من فرهنگ ایرانی رو در همون سطح پایین باقی مونده باشه هیچ من به عنوان یادم موفق دیده نمیشم به حال امیدوار هستم که با این کارها تمام فرهنگ ایرانی و تمام ذهنیتی که ما نسبت به غربی ها نسبت به ایرانی دارن رشد و ترقی پیدا بکنیم